راه خوشبختی. آیا می دانستید یگانه راه مبارزه با امراض روحی و روانی داشتن آگاهی در مورد علتهای آنهاست؟ تبعیضات جنسیتی که وجود داره که گاه مرد برتری داده میشه به زن و گاه زن بر مرد برتری داده میشه، این هم سبب خشونت میشه. برای به دست آوردن ساده ترین راه های مقابله با مشکلات روحی با ما در برنامه راه خوشبختی بپیوندید. این برنامه را همه روزه از ساعت 8 لاده صبح از رادیو بیگام شنونده باشید. خون کی سختن طلب نما سلامونونی کی هلی وړاندې کوم تاسو ټول درنو هیوادوالو ته سحر مو په خیر. هله لرم چې سحر به مو په پوره خوشاله او خوخه یو پیل کړی وي. زنګړی سلامونه وړاندې کوم تاسو خو غوریدونکو ته چې هم د اوس خپل رادیو غانو ترڅنګ ناستی او د خپل رادیو یعنی رادیو بیگم اوریدونکو. گران آریدونکو یو زل بیاست از خپل خپرونه یعنی درای خوشبختی خپرونه پیل شویده او بیا هم ده تل پشان پا ننانی خپرونه که زه خدیجه غرزنگ یوازه نیمه تر سنگ میخواگی همکرانه هر یواز صدیقه جان او زهره جان شتا چه بیا به هم پگر اصرا ننانی خپرونه تاستا وراندی کرو. هیله من دایم چه تاستو به هم ده خپرونه تر پای پوره لمون سرا ملتیا وکړئ، اړیکه ونیسئ، خپل نظرونه او پوښتنې مو په خپرونه کې له موږ سره شریک کړئ. موږ هم ستاسو ګران اوریدونکو د اړیکو په تمه یو. نن مو بیا هم په زړه پورې موضوع په خپرونه کې ټاکلی چې په هکله به تاسو ته معلومات درکړو. ګران اوریدونکو هیله منده یم چې تاسو به هم د خپرونې تر پایه پورې له موږ سره ملتیا وکړئ. دا چې دا موضوع څه شی ده تاسو ته به ووایم، خو مخکې له هغې به همکارانو ته خراغ لاست وایم. تر څنګ مې صدیقه جانه ناسته ده. صدیقه جان ته به خراغ لاست ووایم، د حال پوښتنه به ورته وکړم چې څنګه ده. پرون ورځ په خیر تیره شوه، تقریبا صدیقه جان دوه ورځې رخصتي وکړله. ګرانې صدیقه جان سلام، سهار مو په خیر، تاسو خراغ لاست وایم. د لوی خدای په نامه علیکم سلام خدیجه جانې، زما سلامونه او نیکې هیلې مو منې. ستاسو د سهار په خیر هیله لرم چې ښه به راغلي یاست. همدارنګه سلامونه زهره جانې ته وړاندې کوم، سهار مو نیکمرغه زهره جانې. تخنیکی همکارانو ته خپل سلامونه وړاندې کوم او یا سلام هم د بیګم رادیو ټولو ګران اوریدونکو ته. هیله لرم چې د روغتیا جامې به مو پتن وي او هر چیرې چې است مو غږ اوري ښه سهار به مو پیل کړی وي. بیا هم د معمول په ډول نن هم دوه ساعته ستاسو په چوپړ کې یو د راه خوشبختی د خپرونې له لارې د بیګم رادیو له طریقه. هیله لرو چې بیا هم تر پایه راسره اوریدونکي پاتې شئ او خپرونه واورئ، ځکه نن هم یوه ښه موضوع لرو خپرونه کې چې انشاءالله تاسو ته به مفیده واقع شي. د دې تر څنګ چې خپرونه اوری هیله لرو چې خپرونه کې اړیکې ونیسئ او راسره خپرونه کې ګډون وکړئ. مختل ستاسو د نظریاتو نیوکو او وړاندیزونو په تمه یو. د خپرونې د محتوا په هکله، د بستو په هکله، همدارنګه هغه موضوعات چې تاسو غواړئ وړاندیز کړئ خپرونې ته، تر څو مو ورباندې بحث وکړو، نو هیله لرو چې راسره ونډه واخلئ خپرونه کې. بیا هم ستاسو په چوپړ کې یو تر پایه د خپرونې اوریدونکي پاتې شي. بلکل ډیره زیاته مننه ګرانې صدیقه جانې، موږ هم خوشحاله یو چې بیا هم تاسو له ځان سره په خپرونه کې لرو.
منم. پرون ورځ مو بخیر تیره شو صدیقه جانې؟ خیر سی خدیجه جانې بخیر و. خوشو کوم خاص بل کار منه ده کړی. لیک استراحت ضرورت دیخه. بله. انا خوشاله یو چنان تاسو نن سره کارونه کې لرو. زهرا عزیز سلام، صبحتان بخیر، خوش آمدین به برنامه. سلام خدیجه جان، صبح شما هم بخیر، تشکر، زنده باشین، انشالله که یک روز خوب و خوش را آغاز کرده باشین. سلام خدمت صدیقه جان، همکاران بخش تکنیک ما و همچنین شنونده های گل ما، انشالله که همگی صحت و سلامت کامل داشته باشن و امروز را به خوبی و خوشی آغاز کرده باشن. ما هم در خدمت شما عزیزان هستم در برنامه را خوشبختی، برنامه که همه روز از ساعت 8 الی 10 صبح به نشر میرسه، برنامه لایف است و موضوعات روانشناسی درش گرفته میشه و ما روش صحبت میکنیم. صدیقه جان دیروز خودت نبودی، یک اتفاق خوبم رخ داد. بله، یک خوش خبری هم داشتیم، خودت هم حضور نداشتی در برنامه. خب میتونی حدس بزنی که چی خوش خبری داشتیم؟ اولا من خواستم که رادیو رو بشنوم دیگه، یکمک مصروف بودم در اون تایم برنامه نشد. میشه شما لطف کنین؟ بله. صدیقه عزیز، از دیروز نشرات ما در ولایت بدخشان آغاز شد، نشر شروع کرد و از این پس خواهرای بدخشانی ما هم و برادرای بدخشانی ما هم میتونن برنامه رو شنونده باشن و در کنارش تماس هم بگیرن خواهرای ما در برنامه خودشان. و دیروز تماس هم داشتیم از ولایت بدخشان، خواهرکای قند ما تماس گرفته بودن، صحبت کردن، نظریاتشون رو با ما شریک ساختن و واقعا یک خوشخبری بود که من زیاد خوشحال ساختی که حال ما، صدای ما و خواهرها و برادرای ما در ولایت بدخشان هم میرسه و اونا هم میتونن از برنامه استفاده کنن. برنامه واقعا خوشایند بود و خواستم که این خوشخبری را بگم شریک بشم. واقعا هم جای خوشی است زهرا جان، هر قدر دامنه نشرات بیگم وسعت پیدا میکنه و ما میتونیم با آخرین نقطه در افغانستان صدای خدا برسانیم، جای خوشبختی است که بتونیم به همه عزیزای ما یکسان خدمت بکنیم، معلومات برسانیم در موارد متفاوت. نه تنها برنامه ما بلکه هر برنامه دیگر هم شنونده عزیز ما میتونن که شنونده باشن، جای خوشی است. آرزو داریم در ضمن از اینکه برنامه را میشنون، نظریات پیشنهادات خود را هم وقت تماس میگیرن با ما شریک بسازن و برادرای عزیز ما هم میتونن از طریق صفحات مجازی رادیو بیگم ما را تعقیب بکنن، برنامه ها را شنونده باشن و نظریات و پیشنهادات خود در او بخش یا در او جا میتونن امرای ما شریک بسازن. بله. ولی به خواهرای ما که چانس تماس و صحبت با ما هست، امیدوار هستیم که همه روزه ساعت 8 الی 10 برنامه را خوشبختی را شنونده باشن و در ضمن تماس بگیرن و ما آرام آرام دیگه با روند برنامه انشالله که تماس بگیرن هم و هم در جریان برنامه آشنا میسازیم شان و از محتویاتی که داریم انشالله امیدوار هستم که اونا هم مستفید شون. بله، زنده و سلامت باشین همکاران گرامی که شما رو در برنامه با خود داریم تا که باز هم بتانیم موضوعات مفید و مؤثر به شنونده عزیز ما تقدیم کنیم و همون رقم که زهرا جان و صدیقه جان هم در مورد آغاز نشرات ما در ولایت بدخشان صحبت کردن، خوشبختانه چندین تماس دیروز از ولایت زیبای بدخشان هم داشتیم که خواهران عزیز ما تماس گرفتن و رضایت خود از نشرات رادیو بیگم و همچنان برنامه رو خوشبختی با ما شریک ساختن. امیدوار هستم که امروز هم تماس تان نداشته باشیم، البته تنها تماس اونا را نه، بلکه تماس تمام خواهرای گرامی ما را از تمام ولایتی که نشرات رادیو بیگم در اوج هست تماس بگیرن و نظریات و سوالاتشان با ما شریک بسازن. خب میایم به طرف موضوع برنامه که باز هم موضوع خوب را انتخاب کردیم، موضوعی است که همگی ما با او روبرو شدیم، شاید تجربهش هم داشته باشیم. امروز در برنامه در مورد کینه ورزی صحبت میکنیم شنونده عزیز. کلمه کینه کلمه است که خب همگی ما در مورد شنیدیم، بارها و بارها در مورد شنیدیم و ایره هم همیشه شنیدیم که خب از کینه ورزی دور باشیم. و خود کینه ورزی چی است شنونده های عزیز؟ و در کنار از این چی چیزهای سبب از این میشه تا که یک شخص از شخص دیگری کینه به دل بگیره؟
و آیا رای حل هم به خاطر از بین بردن کینه ها وجود داره یا خیر؟ ما همیشه از لحاظ دینی و اسلامی این موضوع را بررسی کردیم، همیشه در مورد از این موضوع از لحاظ دینی شنیدیم که خب کینه کار خوبی نیست، کار بدی است، باید از کینه کردن، کینه داشتن دوری کنیم. اما آیا جایگاه خاص، نظر خاص در مورد این موضوع از لحاظ روانشناسی هم وجود داره یا خیر؟ نه تنهایی که در دین منع شده، آیا در روانشناسی هم تاثیرات منفی خود میتونه داشته باشه کینه و یا خیر؟ بیشتر در مورد از این موضوع صحبت خواهد داشتیم. شنوندای عزیز، شما هم تماس بگیرین، نظریاتتون رو با ما شریک بسازین. از نظر شما کینه چی است؟ آیا شما تا هنوز از کسی کینه بدل گرفتین؟ خب حتما شاید تجربهش داشته باشین، چون هر کدام ما این تجربه را داریم و دوباره تانستین که او کینه را از بین ببرین. چی چیز سبب شد که کینه بدل بگیرین و چی چیز سبب شد که دوباره او کینه را از بین ببرین؟ منتظر تماس شما عزیزان هستیم. شما هم تماس داشته باشین و نظریاتتون را در برنامه با ما شریک بسازین. گران آریدون که پنننیخ پروانه که ده کینه پا حکل خبری که ده حقه اصطلاح ده چه منگ پا رزینی جوان که پا پرخ اندازه سر آریدل ده تل مده آریدل دی چه ده کینه سخله روسه، کینه پا زرک ما ساته، کینه بد کرده. ده موضوع مو زیادتره ده اسلامی و دینی لعرخ سیرده ده، نو زیادتره ده اسلامی لعرخ مکتویل شوی دی چه کینه پا زرک ما ساته یا کینه ای شخص موسا. آیا در ارواپوهنه لنظر هم ده موضوع پا حکل خاص نظرون اشتون لری؟ آیا ارواپوهنه هم ده دغا موضوع پا حکل کم نظر لری او که نلری؟ پا ارواپوهنه که دغا موضوع پا حکل سشه ویل شوی دی؟ ده موضوع پا حکل بخبری اکرو چه کینه پا خبل سشه ده؟ کم منفی عقیزی کولی شیز منگ پروهی و روانی حالت بنده ولری؟ سر بیره پرده سر اول کولی شو هم دغا کینه خبل پزرونو که لمن زیوسو او چه تا پزرک کینه و نلرو. د دې موضوع په حق له موږ تاسو ګران اوریدونکو ته معلومات درکړو. تاسو هم اړیکې ونیسئ، خپل نظرونه له موږ سره شریک کړئ ګران اوریدونکو، خپل تجربې مو له موږ سره شریک کړئ. آیا تاسو تر اوسه د چا څخه کینه په زړه کې نیولې ده؟ آیا بل څوک له تاسو څخه کینه په زړه کې نیولې ده؟ سربیره پر دې، ولې مو له نورو څخه کینه په زړه کې نیولې او څه ډول مو بیرته همدغه کینه له منځه وړلې؟ نو اړیکه ونیسئ، خپل تجربې، نظرونه او پوښتنې له موږ سره په خبرونه کې شریک کړئ. موږ هم ستاسو ګران اوریدونکو د اړیکو په تمه یو، تر څو چې ستاسو تجربې هم په خبرونه کې له ځان سره ولرو. او ګران همکاران مو هم تر څنګ شته چې د دې موضوع په هکله لا معلومات موږ ته راکړي چې د ارواپوهنې له اړخه کینه څه شی ده او سربیره پر دې څه ډول کولی شو دا کینه له منځه یوسو. نو ساسو در اریکو پتا مایو گران آریدون که در قسمت اول برنامه بسته معلوماتی رو با خود داریم، میشنویم با هم ببینیم که در مورد کینه در بسته معلوماتی چه موضوعاتی رو بیان کردن. دوباره زود برمیگردیم. کینه ورزی از نگاه روانشناسی چیست؟ کینه‌ورزی به عنوان رفتار تعریف می شود که شامل احساسات منفی است که فرد به دلیل یک آسیب یا بی احترامی در گذشته آن را تجربه می کند. این حالت معمولاً با احساسات مانند خشم، انتقام‌جویی و نفرت همراه است و می تواند به صورت مداوم در ذهن فرد تکرار شود. در زیر به چند راه کنترل کینه‌ورزی اشاره شده است. بخشایش، یادگیری بخشیدن دیگران می تواند به کاهش بار منفی کینه کمک کند. افزایش آگاهی، شناخت ریشه های احساسات و افکار منفی می تواند در کم کردن کینه‌ورزی مؤثر باشد. توجه به سلامتی روانی، مشاوره و درمان‌های روانشناختی می توانند به افراد کمک کنند تا با کینه‌ورزی خود بهتر برخورد کنند.
در نهایت کینه‌ورزی اگرچه یک واکنش طبیعی به آسیب هاست، اما مدیریت صحیح آن می تواند با بهبود کیفیت زندگی و روابط اجتماعی فرد کمک کند. به هم خراغلست و امتاست رو نوریدون که تاسو دخپل اخبرونی یعنی درای خوشبختی اخبرونی او ریدون که او معلوماتی بستم و هم سر پگرد و او ریدل گران او ریدون که هیلا لرم چه کینه ورزی یا کینه و تریوه ده پورتاستا روخانشی وی چه کینه سشده او تاسو هم و کولشی چه اریکه ونیسه او خپل نظرون او پخبرونه که لامونگ سر شریک وی روشو همکاران خواتم دو دوی تجربه سخبا و ورو چه دوی هم کلا کینه لچه سخبا جرک ساته لده او که نه البته از فکر کم چه دای و طبیعی خبر ده چه بازن مونگ دو چه سخبا کینه پزرک ساتو و بیرت سر دول بیده کینه لامنز اوریده. خب زهره عزیز از شما مشنویم، از تجربه تان ماما بگوین آیا شما تا کنون از کسی کینه و دل گرفتین و خب بدون شکی کینه را دوباره از بین بردین، را بگوین که چگونه بازی کینه را از بین بردین؟ خب خدیجه جان قسمی خودتانم گفتین تا یک حد طبیعی هست که ما از دیگران ناراحت شیم و بعضا اقدر ناراحتی ها عمیق می باشه که تبدیل میشن به کینه در دل ما. بله، یعنی در دل ما باقی میمانند دیگه همتون و نیاز است که با او طرف مقابل ما در میان بانیمش یا همین که خود ما بخاطر حلش یک کار کنیم. من هم در زندگیم بله بوده زمانهایی که ناراحت شدیم از کسی و یک مدت زمان در دلم ازش ناراحتی بوده و ولی من خودم شخصا نیرخم آدم هستم که خودم نمیتونم تحمل کنم که از کسی یک بدیش در دل من بانه. بله، دوست دارم زودتر یا رفش کنم یا اگه مثلا او آدم مهم نیست در زندگیم او اصلا نیج نباشه، یعنی موضوع را یک طرفه کنه. بله دقیقا، یک عادت نمیفهم عادت بد است یا عادت خوب است. من یک جای خواندم یک جمله جالب و خیلی دم از صدق میکرد، میگفت که یا دوست من هستی یا اصلا در زندگیم نیستی. بله. یعنی دوست ندارم با مردم دشمنی داشته باشم یا مردم دشمنم باشن یا همی که از اونا مکینه بدل داشته باشم یا اونا از مکینه بدل داشته باشن. به همین خاطر وقتایی که از کس هم ناراحت شدیم سعی کردیم که آن مثلا شاید طبیعی بوده، اگه خیلی یک کار بد کرده باشه در حقم و من واقعا ناراحت ساخته باشه، شاید تا یک ماه هم حتی ناراحت بودیم از طرف مقابلم، اما در نهایت یا قضیه رو حل کردیم یا کلا نفر مقابل از دایره نزدیکا بیرون کردیم و سعی میکنم کینه در دل نگیرم از کسی، سعی میکنم حل کنم گپه، خیلی در دلم نگاه نمیکنم دیگه. بنان ما هم تجربه داشتیم ولی تو نیک آل فعلاً کینه کسی در دلم باشه، یعنی که فکر میکنم کسی در یادم نمیه که من از او کینه بدل داشته باشم. هر کسی بوده یا در وقتش حل کردیم گپه، سعی کردیم ببخشمش یا برش بگویم کارش مثلا اشتباه بوده من ناراحت ساخته، خلاصه گپه پیش خود حل کردیم، چیزی در دل خود نگاه نمیکنم من. بله بسیار خوب. خب زهرا جان خب گفتن که کینه بدل نمیگیرن، از صدیقه جان بشنویم که صدیقه جان کینه بدل میگیرن یا نمیگیرن؟ بله همونطور که زهرا جان گفت طبعا هر کدام ما شاید در موقعیت های مختلف با افراد مواجه شده باشیم که از عزیزترین افراد یا اعضای خانواده گرفته تا هر کسی که ما ممکن در موقعیت های مختلف و در جاهای مختلف با آنها به نوعی در ارتباط باشیم. بر ما تو موقعیت ها پیش آمده خدیجه جان، ما هم کینه گرفتیم و آخرین باری که از کسی که کینه گرفتم تقریبا 4 ماه همراهش گپ نزدم، یکی از اعضای خانواده بودن و از اگرچه از نظر سینی نسبت به ما خرد بودن شاید
15 سال یا 20 سال ولی کار که کردن نه به شأن ما میزیبید نه به شأن از اونا و به همین دلیل من از اونا زیاد ناراحت شدم. اصلا توقع نداشتم از چنین فردی که یک سخن بسیار بعد از مورد من گفته بودن در جای و بعدا ممرویشان صحبت کردم اگرچه معذرت خواستن ولی بعد از 4 ماه تانستم که خود قناعت بتم و طرف از من معذرت خواهی کرد و من هم بخشیدم. واقعا با بخشش طرف مقابل یک حس آرامش و انسان دست میته و کینه در نهایتش ما را به فکر انتقام و فکر عمل بالمثل مجبور میسازه که ما فکر بکنیم که چطور من میتونم از او انتقام بگیرم. بالاخره میگیم اما تو کاری که ای کرد یا بیشتر از او یا عین کار یا به همین اندازه باید همراه شوم. ولی این فکر خوب نیست، یک نتیجه خوب را به دنبال نداره. اما بخشش که یکی از صفات خداوندم هست، خوب است که ما در این موارد بخشش داشته باشیم، از خود گذری نشان بدیم. هم به طرف میتونه یک چانس باشه که دوباره اگر بخواه یکم اشتباهی را کرده اصلاح بسازه. هم بر خود ما هم حسی که نگفتم سببی میشه که ما به فکر انتقام باشیم، به فکر ضرر رساندن به خود ما هم و به طرف خودم باشیم. هم خود ما را از این ضرر در حقیقت نجات میتیم یا رهایی پیدا میکنیم. پس امیدوار هستم که افراد کینه‌ای نباشیم، تا حد امکان تلاش ما به این باشه که احساس آرامش به خود هم خلق کنیم و به دیگران هم امی زمینه را بتیم که اگر اشتباه میکنن دوباره ما کسایی باشیم که اونا را ببخشیم و در حقیقت رهایی پیدا کنیم. بله. خود ما هم آنها هم. بله. خب تماس داریم از شنونده عزیز ما میشنویم. بله السلام علیکم. بله سلام و صبحتان بخیر خواهر عزیز. بله سلام علیکم، صبح بخیر. خوب هستین؟ صحتمند؟ تشکر، سلامت باشی خدیجه جان. خوب هستی؟ تشکر، چشم ما روشن نیلاب عزیز، خوش آمده. زنده باشی، چشم همی روشن، سلامت باشی، سلام خدمت میشه در پیام کمتر میکنیم، سلام خدمت زفتاری نزنیم، سلام خواهد میده خدمت همکران دخت دخمی که سلام میده خواهدم خدمت همش نمامدان ایدیو بگم با امید ازیادم همیشه چور ساعت من سر حال باشن دیگر همت خوب آرام باشن. سلامت باشین نیلاب جان عزیز، خوشحال هستیم که بعد از مدت ها صدای شما را در برنامه با خود داریم. امیدوار هستیم خوب و صحتمند باشه نیلاب جان. زنده باشی خدیجه جان، من هم تجور صحتمند برای حال هستم با امید صحتمند شما همچنان هستم. دیگر شکر شما خوب هستیم، چی حال دارین؟ سلامت باشه نیلاب جان عزیز، خدا را شکر ما هم خوب هستیم، خوشحال هستیم که شما هم خوب هستین. ایره بگوین که برنامه امروزی را شنیدین. تشکر خدیجه نظرین، نخیر نیشه نوانده خانه بودم اما تو خواست میاد بره و تو مقبول شما را سریع به گوشی خواد دوش نوام اگر خواستم احوال شما را پرسان کنم. سلامت بشه نیلاب جان عزیز. خب موضوع برنامه را هم امروز شما شریک میسازم. امروز در مورد کینه صحبت بکنیم. این را بگوین که گاهی از کس کینه بدل گرفتین؟ بله خدیجه جان، وقت موضوع خوب را گرفتین، کینه گرفتین. اما زودتر رفتان کردیم که بعض وقتی که من با یک کس جنگ نمی کنم، من در جنگ کنم بود تو جنگ نمی کنم که بسیار تو جنگ خطرناک کنم که من یک هم برای تو کرد نزنم یک نه بدل داشتشون نگم که خدا من انسان که نتلا حیف گاهی نمی تخشه به خاطر که اگر ما که نبدل داشته باشیم پس از دوستی ما چی فایده پنسه کوشش کنیم اگر ما که نتلا بودیم جنگ سایست ما خواهر می باشیم یک روز یک دفته یک ماه یک سال من تقریبا دوری مکتب میادم نیه که من امروی یک سنگین به خاطر یک رسم کوچک امروی شکنه که دعوا کرده بودم به خاطر که بسیار رسمه مقبول جور میکرد من گفتم به من جور کن گفت باش به سنگی دیگه این جور کنم بزرگ جور میکنم سر نمه که موضوع ما امروی از بود میکنه که جنجال کردم گفت تو پرسنده در میگون نبودی چرا از من جور نکردی میفهمید من تقریبا یک هفته یا دو هفته امروی دو دفعه دارم سنشن آج مرا گفتن که امروی زیاد بودم گفتم نه نیسنم وقتی که ما اصلا بیرون شدیم داری سرک ما راشتی انداختن که به من کبالم خاطره خوش از زندگی من نیست خاطره دارم این نیست امروی جنگ کردم و از دوستی زیاد وقت باز پس من امروی از داری سرک ما راشتی انداختن که نه باید کاره کنیم پسند من برون بغل کردم که شیمان شده مستم نیم آده به هیچ وقتی هم نمی کنم کبالم اما خورخنده دوران مقدم کبالم از خوشبختانه
واقعیت معرفه زیاد خوش هست در موقع در دختر مهربانی بود نگاهیم هیچ وقت که نتوز نباشه یا که نتوز باشه بود خودم این نظمان را رسی می باشه. بله بدون شک که همیره هم از نیلا به عزیز باید از کینه داشتن دوری کنیم، چون بیشتر از اینکه کینه شخص مقابل در دل داشته باشیم خود آزار میتیم، خود اذیت میکنیم و شما هم یک تجربه بسیار خوب تان همراه ما شریک ساختین. ما خود ما اگر مثلا کوشش کنیم که امروز رو چند کنیم هر ثانیه ورد و پیل که خاطرات از باید ما بیم و سمیمیت و دوستی و رفاقت ما هر قدر از ثانیه که دو شده خود ما چی برخمه که ما کوشش کنیم که ما هیچ وقت کنه رو بناروش نداشته باشیم، به خاطر که کنه داشتن هیچ وقت انسان خوشبخت نه که دانشه کوشش کنیم و اخلاق نیک سمیمیت داشته باشیم، کنه بدا نگیریم به خاطر که کینه به درد انسان نمیخوره. میشه ما یک شخص مهربان باشیم تا ما دوستای ما که مرد خواهی کنند که فلانه دوست ما چه کسیم یک دوست بودن که تا با هم روز ما هیچ دوست بگوی نکدیم یا کینه به دل نگرفتیم. بله دقیقا که همیره هم است. زنده و سلامت باشین نیلا و عزیز که تماس گرفتین و نظرتون رو با ما شریک ساختین. تشکر خیلی جدان شهر خوش شدم شد که شما امتاعتم برنامه داریم بگه همیشه خوش دختی شما آرزوی ما شما هم همیشه شور سرمند سر حال باشیم به کنار خانوادان نزنینتان بگه خوشی شما همیشه میخواییم شکر که شما جور استیم. زنده و سلامت باشین نیلا جان عزیز، اوقات خوب و خوش داشته باشین. خدا حافظتان. زنده و سلامت باشن نیلاب جان عزیز که تماس داشتن و تجربهشان شریک ساختن. همین رقم که نیلاب جان گفتن، خب هر کدام ما در زندگی تجربه های داریم و بعضن این تجربه ها حتی تا کنون هم هستن، یعنی کینه های هم هستن که بسیار زیاد دوام کردن و خوشایند قسمتی است که دوباره همون کینه ها از بین میره، یا توسط بخشش یا توسط معذرت، خب هر موضوعی که باشه دوباره او کینه از بین میره و همون رقم که میگن لذت که در بخشش است در هیچ چیز دیگری نیست. و همکاران گرامی ما هم تجربه هایشان رو با ما شریک ساختن که هر کسی در زمان کینه بدل داشته و دوباره اقدام که کنه او کینه را از بین ببره واقعا بسیار زیاد خوشایند است. شما از دان دلم میتونین تماس داشته باشین و نظریاتتون رو با ما شریک بسازین. از کینه هایتان با ما بگین شنونده عزیز، آیا شما هم کینه و دل گرفتین و دوباره چگونه این کینه را از بین بردین؟ خب میاییم از نظر روانشناسی در مورد از این موضوع صحبت میداشته باشیم که از لحاظ روانشناسی کینه ورزی چی است؟ که این موضوع را به ما زهرا جان خود گفتن. زهرای عزیز، اگر شما در مورد کینه ورزی با ما بگوین که کینه ورزی چی تعریف داره، در روانشناسی چی جایگاه داره، نظر روانشناسی در مورد از این موضوع چی است؟ خب بدون شک همون رقم که در از لحاظ دینی، از لحاظ مذهبی این موضوع منع قرار داده شده، خب حتما از لحاظ روانشناسی هم امکان ازی است که این موضوع را منع کرده باشن، چون بدون شک میتونه تاثیرات منفی را بر حالت روحی و روانی افراد داشته باشه. بله خدیجه جان، کینه ورزی در روانشناسی یا از بعد روانشناسیش به معنی این هست که ما احساسات منفی مثل خشم، نفرت و نارضایتی را که در برابر دیگران داریم اون در دل خود نگاه کنیم. بله. خب تماس داریم؟ تماس وصل میسازیم. بله السلام علیکم. بله شنونده عزیز تماستان وصل است. هلو. خب همکاران گرامی، فکر کنم که تماسشان قطع کنن بهتر میشه، چون مصرفشان بیشتر از این نشه. بازم تماس داریم. بله السلام علیکم. بله شنونده عزیز صدای ما را میشنوین؟ خب فکر کنم بازم تماسشان قطع شد. بفرمایید زهرا جان. بله خدیجه جان، در رابطه با کینه ورزی صحبت میکنیم در من پس روانشناسی. البته تعریفی که کینه ورزی داره یا کینه داشتن از دیگران داره، پیشتر هم کم اشاره کردم، تماس آمد صدقی عزیز، صحبت ما نیمه ماند، به این معنا هست که ما از دیگران یک احساسات در وجود ما شکل گرفته، یا او احساس خشم است یا نفرت است یا نارضایتی است که او طرف مقابل یک کار در مقابل ما انجام داده و این احساس در ما شکل گرفته. حالا ببینین
در صورت که ما این احساسات را بروز بتیم به طرف مقابل ما، کمی حالت حل میشه. اما وقتی که احساسات را بروز نمیتیم، تبدیل میشن به کینه در دل ما. تماس داریم؟ بله. بله، سلام علیکم. علیکم سلام جان. خوب هستید حتما؟ خب متاسفانه تماسشم قطع شد. نمیفهم مشکل از کدام طرف است. تماس های از زن دل ما قطع میشن، امیدوارستم دوباره تماس بگیرن. بله گران آریدون کو، کلا چی اړیکه نیسی یو سم ځای در توټه کی او متوجه اوسی، کلا چی ستاسو اړیکه دلته وصل شوه حتما خبری وکی، ځکه گران دوستان په خط کې منتظر پاتې کی او دلته هم زموږ موضوع ډیر قطع قطع کیږي یا قطع خوري. نو هیله لرو چی خپلو اړیکو ته پام لرنه وکی. بله، وقتی که ما احساسات منفی از دیگران که در ما شکل گرفته مثل خشم و نفرت و نارضایتی را در دل خود نگاه میکنیم، به طرف مقابل ما بروز نمیتیمش، در موردش گپ نمیزنیم، این میمانه در درون ما و تبدیل میشه به چی؟ به کینه. بله. خب ما در مقابل هر رفتار یک احساس در وجود ما شکل میگیره. بله. مثلا اگر ما به شما بگویم صدیق جان چقدر لباستان مقبول است، چقدر شادرتان نمتان میته، یا مثلا ما بگویم که چقدر خوبش معلوم میشین، در شما چی احساس با وجود میه؟ طبعا احساس خوشی، رضایت. دقیقا. اما اگر من برعکس از این را اظهار کنم یا گپای بد و منفی به شما بگویم، چی احساس در شما با وجود میه؟ مطمئنا احساسات منفی مثل خشم، مثل عصبانیت. دقیقا. اگر شما این احساسات را بر من ابراز کنین، بگوین که مثلا بیبی زهرا اینی رفتار سبب شد که من اینی احساس در من ایجاد شد، او خشم در درون خودت باقی نمیمانه چون ابرازش کردی. اما اگر ابرازش نکنی در درونت باقی میمانه و تبدیل میشه به کینه. بله تماس داریم، تماس و وصل میسازیم. بله السلام علیکم. زنده و سلامت باشین بهناز عزیز، صبح شما هم بخیر، خوش آمدین به برنامه. سلامت باشین بهناز جان، کم با صدای بلندتر صحبت کنین. حالی هم درست نشدن؟ حالی هم صحیح نشدن. کم موقعتون رو تغییر بتین، کم صدایتون رو بلند کنین، مشکلات حل میشه. کم بهتر شد. خب بهناز عزیز، زیرا بگوین که برنامه امروزی رو شنیدین یا خیر؟ بله بسیار خوب که مشکلتان حل شد. از شما میشنویم بهناز جان، نظر شما در مورد کینه چی است؟ بله خب متاسفانه تماس شان قطع شد. بازم تماس داریم؟ بله. بله سلام علیکم، صبحتان بخیر. سلام، سلامت باشین خانم نیایش عزیز، خوش آمدین به برنامه. خوش باشین، سلامت باشین، عالی آمدین. خدا را شکر که عالی آمدین. خب خانم نیایش عزیز، خوشحال هستیم که بازم صدای شما را داریم در برنامه با خود. سلامت باشین خانم نیایش عزیز، امیدوارستیم شما هم خوب صحت مند باشین. زنده باشین، سلامت باشین. سلام خاص هستیم میکنم برای تیر قجار غیرازه، برای درازانن کنا خدا کنم اونا رو جوره سرم. سلام های مارم بپذیرین خانم نیایش عزیز، صبح شما هم بخیر. پیشتر گفتین که همه تعالی هستم، گفتم چقدر خوب خانم نیایش عزیز، از روز پنجشنبه که همه تعالی هست تا فعلا همه تعالی. سلام علیکم، صبح عالیتان بخیر. زنده باشی، از شما هم کنار همه تعالی باشم، مثل که صبح ما عالی بود. خدا را شکر، خدا را شکر که عالی است. خوش آمدین خانم نیایش عزیز، امروز شنونده برنامه بودین. بله آدمو
اول شنونده بودم یکمه که مصروف بودم با اون خاطر تماس گرفتن نتونیستم یکه حالا کوشش کردم که تماس بگیرم از طریقه جان به خاطر که این عرف بیاد با شما من بیا که اگر هست مشکلات که داریم بگویم عالی هست میفهم که از ما تجربیش کردم با اون خاطر امین نقطه محکم گرفتیم. بسیار کار خوب کردین خانم نیایش عزیز. مطمئنن گپای مثبتی که ما در مورد خود ما میگیم یا در مورد حالات ما میگیم مستقیما تاثیر میگذاره به این که وضعیت ما خوب باشه و از نظر روحی احساس امید و انگیزه را بیشتر تجربه کنیم. خدا را شکر خانم نیایش عزیز که خوب هستین. پس میشه نظر شما را در مورد این که چرا افراد کینه بدل میگیرن یا از یکی دیگهشان ناراحت میباشن، آیا شما هم تجربه داشتن کینه را از کسی در زندگیتان داشتین؟ میشه شریک بسازین امروی ما و شنوندا عزیز؟ من خودم این مشکل ندارم خدا را شکر. فقط اگر در سبب سرکت مبرای فقط یک مدرکایی از بشو بکنم بس با مو ساب کل چیز هست مربل مبرای هیچ جور به قلبم انجای نمیدیم بخاطر که میگم نباید که اگر امروز کینه بگیریم نه فردا بانیم کینه امروز در فردا از فردا به بس فردا بگم اونمه تو آدم این کار خوب نیست روز به روز جار و جندار ها جلتر شده میره فقط یک تبسم خودش یه که مدرک خواهد کنیم بله یعنی که گفت کنیم که دل آدم خوش میکنه اول خوب بوشش بکنیم که قلب کسر نشکنیم بله اگر شکستانیم فقط بفهمیم که این مقصر ما هستیم بله فقط یک مدرک خواهیم این چیز ما نمیره این پول ما مدرک نمیشه دقیقا بله دیگر این مدرک خواهی بکنیم دنیا گل گل داره بله دقیقا که در سالها یعنی 20-25 سال سفر اونا جمعی هستن و از برای خدا برسان نگم همیشه برسان گفتیم شما چی ببر کشیری انداخته اونا خنده میکنن میگه که بس این دل که سکست ایک وقت دور نمیشه نمشکنن دل نمشکنن باید کنین اینجا من خودم تجربه تا دل نمشکنن ناحت میشن یعنی دل سرد میشن مشکنن فقط بشکنن فقط یک در مزرد خواهی او کس چیزی که شکسته او کس جور نمیشن. بله پس ما باید متوجه گفتار خود باشیم، متوجه کردار خود باشیم تا که کسی را از خود جگر خود نکنه. خانم نیایش عزیز صدای ما را میشنوین؟ هلو؟ خب فکر کنم تماسشان مشکل پیدا کرد. بله از گپای خانم نیایش تفاهمیده میشد خدیجه جان که خانم نیایش نام خدا یک زن مهربان بله. و بخشنده هستن و از هیچ کس کینه بدل نمیگیرن. چقدر خوب. خوب است هم اگه همی روحی بخشندگی خدا رویش کار بکنیم، تقویت بکنیم تا به این طریق از این طریق به خودم کمک کرده باشیم و کسای دیگه هم بله. تماس داریم. تماس داریم. خب متاسفانه تماس دوباره قطع شد. امیدوار هستم دوباره تماس داشته باشن. نو گران اوریدون کو هر کله چاری کنی سی یا سم موقعیت انتخاب کری ترسو چه مونگ ستاسو غک پس همه توگه اوبلر برای سلام علیکم سلام دوباره بازم خوش آمدین خانم نیایش عزیز خوش بسید کسایی که قلب ما سپرستانده بله اون کسا را بخشیدیم من در یک جان کسی کسی امریکا برسام گفتیم یعنی ما کارسی شدم ما فرانگا کارسی نکرده بودم وقتی که شوار من بای مارسی کرد پس ما دیگر من ندارم وقتی که ما را روسی کرده بود بگرده هم بود یعنی نفتر ما مکم گرفته میدم این در زندگی خود نمی بخشی میدم بخاطر که تو در زندگی ما پروسی کردی آیا این کار خوب است یعنی نظر شما را ما بگی نفتر یعنی میخواییم که نظر بگیم برای تو بگیم که آیا ما کار خوب می کنم یا کار خراب چرا که بسیار به این زندگی خود ما ارنجور دیرون با می نفتر یعنی یک نفتر برم گفت احمد حیات مرا یعنی بر هم زد و ارمانی که بدل بود همه را خلو شد بگم با این نفتر همیشه محمد شوارم می گفت هر کار که می کنم حتی مثل برادر مثل بسی جوان همهش بازی با بازی هستم اینا می خواهیم ترهنج که بریدم مگر یک نفتر
دل من میشه که بگویم برای دعا ما بخشی بگیم این پتان که میتر میگم مرا بخشی بگم نمیشه نسیم بودم مثل سانه بسانه باز با بازی ها بگیم کار خود این شخصیت هست و خاطر خوبی هایی که میگم این میگم من این سان خیلی جان از ارسی کنم بگم دوستان کنم همان در در برم بگم من سنوانده هستم کار خوب میکنم یا کار بگم. بله، خب همکاران عزیز ما در مورد از این موضوع صحبت خود داشتن. خانم نیش عزیز شما شنونده باشین. خانم نیش عزیز پیشتر که گفتین ما زود نفرم میبخشم و اصلا کینه نمیگیرم، من گفتم من همه تو تصور کردم که خدا را شکر خانم نیش عزیز از هیچ کس کینه ندارن، ولی امی گفت در ذهنم گشت که کاش که از خانم نیایش پرسان میکردیم که از شوهرتون کینه بدل دارین یا خیر، به خاطر که امی دروغه که گفتن. خوب شد که دوباره تماس گرفتین. کار در اصف نکردم اینجا از طرف ایمیل تاییز دنیا دو باید کنم اگر انداخت پاس کرده خدا ببخشت جمعتا جایش باشم. من خوب بود بله نبود مگر کردارش که بیاد نه بود کرمای سرم بودیم اکی آمیانه در شوهرم یک از مطرمید. بله، چون بعضی کارها یا بعضی رفتارها وقت میگیرن، زمان میخواد تا ما با خود کنار بیاییم، با احساسات خود و با افرادی که چنین موارد مرتکب میشن. درست است خانم نیایش عزیز، در این مورد صحبت خود کردیم، ولی اگر نظر مرا بخواین من میگم که انسان یک بار زندگی میکنه، ولی هرچی شد شد، ولی ای که شما ای کینه رو بدلتان داشته باشین باعث تکلیف خودتان میشه، باعث عذاب و رنج خودتان میباشه و همیشه به این فکر میکنین که چطور انتقام بگیرین، چطور کار بکنین که امو رنج و تکلیف را که اونا به شما دادن شما هم به اونا بتین. ولی اگر ببخشین بزرگی شما را نشان میته و در ضمن باعث راحتی شما هم میشه، اونا هم از نظر فکری آرام میشن. چرا فکر میکنم که از سنن اونا هم از شما کرده بزرگتر هستن و شاید دیگه پیر باشن، مریض باشن، حداقل از این درک فکرشان آرام باشن. خب متاسفانه تماس خانم نیایش عزیز قطع شد. زنده و سلامت باشن که تماس گرفتن و نظرشون رو با ما شریک ساختن. بازم تماس داره؟ بله، السلام علیکم. السلام علیکم، عزیزم نیایش. دیره زیاد تمنه نخواگی خورکه سهر دی بخیر خراغله است دفتوه ما بله نخواگی سهر هم سهر بخیری خیلی سهر دی خوده بله نخواگی سهر یه سلام کنم زهره کنید از دفتی کنید. سلام علیکم خواهر قندم، صبح زیبایت بخیر، خوش آمدی، چی حال احوال؟ علیکم زهر، سلام زهره زیستی بسی زنده باشی، تشکر. خودت چطور استی؟ خوب استی؟ تشکر خدا را شکر. طرف هایتان خیرتی است انشالله؟ خیر خیرتی است خدا را شکر. نو دو و یخواگی خورکه چه دو نوم پا اول سر که دی سین رازی که واو نه سین سین رازی، نو چه سین رازی حتما سلگی. بله دیر خواه سلگی جانی خراغلاز دفتا و ما روز تلو سو رز و غیر ازی ری سخه چه غیر ازه روی. بله کجا بوده سلگی جان؟ ولی نخواهی یکسون عروقه و ما یکسون مسرکیسی نوزی کردی کنید. خدا نکنه، مرزیتان بله در جان دشمنایتان. بله، در جان هیچ کس، خدا یاره صحت من بسازه، زهرا جان. نو گرانی سلگی جان دوه چی ننانی خبره بنا دیاره دل یا کنه؟ بله خواهی خبران موضوع نیاره دل یا بیرخه، لطاس خواهو رو سلگی جانه در چه کلا دیده چه سخه کینه بزرکی عقیسته؟ بله خواهی دوست تو دیر سویدی دکه زوز هم به سکر رو میده خود دیر اکینا نمیرم خود خبر رو سرم نسو دکه اکینا دل انسان هم به صدای هم نکاشید یا سه هم نبیشی اکینا جوره که او سرکی کرده. یعنی تو رو سپوری کینا پزر کلاری؟ باگی یا میاشتی یا میاشت کیگی یا میاشت دیش و رز ده سلگی جانه تا دیش و رز دیو چانه کینا پدرک ساتله تا خو کرده؟ خواگی که کار کنه تا خو زفایگم که جاگی که ده خبری هم وکم آقای شاید ما سر خبری اونه کینه. ها یعنی ده آقای کینه استانم پس قوی ده؟ بله. نو تا دخ برابن یاوری دون که اوسا سلگی جانه چه منگ ده دی موضوع پاکل خبری و کوچه
حداقل تلر شیعه قانه که چمدکی نخبل بزره که اونه ساعتی اولا من زیوسی خب فکرو نکم چه اغد اخبره و نوریدون کیوسی هم دسته ده؟ بله فکر اخبره اونه خوب نوری خوب شاید قانه هم لسی من در تلر خودو چه تحقه قانه که سی ده؟ بله 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 سلگی جان چه اریکه دیوونی ولا و خبلا تجربه دیل مونگ سر شریکه کرا مرا نه خواهی لطفا هم سمت ما برنامه که وقت رکاف کرد سمت رکم به سواری گذاشت سه وقت زد ما من نه خب وقت داری لیرا زیاد من نه ده سلگی جانی سخه چهاری که اینی ولی با نو سلگی جانی هم و ویل چلا تور او سپوری پا همدی جیریان که ده یعنی پا همدی جیریان که ده چکینه پزرک ساتل ده نو ده دی موضوع پا حکلا با من خبری وکلو چه استر اول کولشو هم دغا شتکی نخبل پزرک لامین زیوسو ځکه چې هغه کار چې ښه پرې پوهیږو چې ناسم دی ولې ورته ادامه ورکړو ولې هغه کار ته دوام ورکړو چې پوهیږو ناسم دی نو د دې موضوع په هکله به هم خبرې وکړو ستاسو د اړیکو په تمه یو ګران اورېدونکو بله اړیکه وصلو بله السلام علیکم زه غواړم چې تاسو ما سره کوم داسې څه وکړو چې زنده و سلامت باشین خواهر عزیز شما را هم خوش آمدید میگم به برنامه خودتان صبحتان بخیر هلو علیکم سلام سلام خدمت شما زنده باشین صبحتان بخیر شما هم خوش آمدین به برنامه تشکر زنده باشین صبح شما هم خیرم بخیر سلامت باشین بفرمایین اسم زیبایتان با شما زرقا زلان هستانیتان نامتان یک بار دیگه تکرار کنین زرقا جان هستن خوش آمدین زرقا عزیز خب تشکر زنده باشین چه حال احوال طرفایتان خیرتی هست ولایت غزنی آخ تشکر نماشی طرفای ما خمیت خیرت خیرتی هست خدا را شکر که طرفایتان خیرتی هست ایره بگوییم که برنامه امروزی را شنیدین یا نه خواه برای از تو شنیدین بسیار خوب از شما بشنویم زرقا جان از کینه هایتان با ما بگوییم آه تشکر خیلی خوب موضوع خوب را انتخاب کردیم ما اصلا کینه دویل ندارم هیچنه کینه نه حسد یک دوست ما که همراهی با جنگ بکنن ما همراهش نیست که کینه بگیرم یه همراهش کینه نمیگیرم کینه نمیگیرین؟ شما از کینه تجربه ندارین؟ نه ما اصلا از کینه خوش نمیگیرم که باش هم باش صحبت کنم چیزی کنم کینه اصلا کلمش خوش نمیگیرم چقدر خوب که از یک کار بعد شما اجتناب میکنه خب در اطرافیانتان کسی هست که کینه بدل داشته باشه؟ و دوباره تانسته باشه و کینه را از بین ببره؟ بله یک دانه از خشمانده ما که اصلا تقریبا دو سال میده که کینه بدل داره همراه کسی خوب است، همراه کسی بد است، همراه کسی کینه بدل داره، همراه کسی نداره هیچ همی تو خوش اخلاق نیست که حسدی است آیا خودش متوجه ای عملش است؟ خون فاسد دیگه مثل بدل میگیره که نمیگیره دیگه روش نامعلوم دیگه همروی همه یکی کینه بدل داره همروی همه یکی کینه همروی همه یکی کینه بدل داره خب بله زرقای عزیز همچون افراد را ما در اطرافیان خود در خانواده های خود داریم که کینه ای هستن و کینه بدل می داشته باشن چقدر خوب است که ما همراهشان کمک کنیم ما برشان راهنمایی کنیم و این موضوع را برشان یادآوری کنیم و گوش زد کنیم که انجام دادن این کار کار درست نیست چون با نگه داشتن کینه در دل تنها طرف در مورد طرف مقابل فکر بد نمی داشته باشیم بر علاوه از این خود ما هم رنج می بریم زرقا جان آه بله بله همین طرف که ما باشان بگیم که هیچ وقت کینه را دل نباشته باشیم بله. کینه نکنین حسد نکنین همشه هم روی همه که خوب باشین بله. از موضوع برنامه تون خیلی خوش شدیم که خوب موضوع را انتخاب کرده بودیم سلامت باشین زرقای عزیز ما هم خوشحال شدیم که صدای شما را شنیدیم زنده و سلامت باشین آها. که تماس گرفتیم تشکر زنده باشین اوقات خوب و خوش داشته باشین
خب زنده و سلامت باشن زرقای عزیز که تماس گرفته بودن. شما از جان دلم میتونین تماس داشته باشین. خب بفرمایین زهرا جان. بله خدیجه جان، ما و صدیق جان یک گفتمان داشتیم با یکی دیگه. از صدیق جان پرسیدم اگه ما یک گپ خوب برتان بگویم چه احساس در شما با وجود میاد؟ گفتن احساس خوب. بله. و گفتم اگر یک گپ بد و منفی برتان بگویم چطور؟ گفتن احساس منفی. و بعد از اون هم گفتم اگر احساستان را به ما بگوین در اون شرایط که درش هستین، در اون شرایط شما تخلیه میشین، یعنی بالاخره یک مقدار از اون احساس منفی که در درون شما با وجود آمده کمتر میشه و شما راحت تر میشین، به من میگین. حداقل گپم اینجا است که من میفهمم که اینی گپ من سبب ناراحتی صدیقه شده و صدیقه هم این گپ با من گفته. بله. اما اگر من گپم را به صدیقه گفتم، صدیقه ناراحت شد و صدیقه هیچ وقت دوباره به من هیچ چیز نگفت، این احساس در درون صدیقه جان باقی میمانه. بله، در این قسمت من یک سوال از شما دارم. صدیقه جان سوالتان نگاه کنین، این قسمت من بگویم که چند بار به گفته خارجی ها کت شد. بله. و اگر این احساس را صدیقه نگاه کنه پیش خودش و هیچ وقت نگویه، اونو کینه در دل صدیقه باقی میمانه و هر روز و هر روز و هر روز ممکنه زیادتر شد و اندکترین رفتارهای ممکن داره که او ناراحتی هایی که در دل صدیقه جان هست شدیدتر شد. بله. و بالاخره یک جایی میرسه که شاید صدیقه جان دیگه اصلا نخواه با ما ارتباط داشته باشه. در بعضی از روابط ما دیدیم دیگه، مثلا با نفر دوست بودی دوست بودی دوست بودی، اما یک اندک گپ میشه دوستی به هم میخوره. دقیقا. و هیچ دیگه با هم دیگه هیچ ارتباط نمیداشته باشین. چرا؟ چون این موضوع از حال شروع نشده. بسیار وقت هست که شما از یکی دیگه ناراحتی های بدل دارین، اما به هم دیگه اظهار ابراز نمی کنین و این سبب میشه که یک وقت ناراحتی اندک هم که پیش میشه، چون شما قبلا در دلتان ناراحتی های دیگه داشتین، از هم دیگه جدا شوین و دوستان دیگه نخواهین حتی ادامه بتین. بله. خب تماس داشتیم، ظاهرا قطع شده. و افراد کینایی معمولا به چیزایی که اونا ناراحت کرده فکر میکنن و این موضوع میتونه که به مرور زمان به سلامت روان فرد هم آسیب های خودش رو برسانه. خب صدیقه جان، سوالتان میشه که مطرح کنی؟ بله زهرا جان، قسمت سوال ما پاسخش دریافت کردم با ادامه صحبت هایتان، ولی میخواستم بگویم که اگر کسی نباشه، مو وقت مثلا دمی مثال خودت پس ما میخوایم صحبت کنم که اگر مو وقت که مثلا خوبیش خوب حس خوش به من راخ داد و من از خودت تشکری کردم. بله. و احساسات خوب را تبارز دادم، ولی احساسات بد منفی که معمولا بعد از یک گپ منفی تولید میشه و امو فرد مثلا امو گپ خدا میزنه میره دیگه، اون نیست که تو امو احساس تا برش بگویی، او در دلت باقی میمانه. چطور ما بازمت یک فرصت اما ساید بسازیم امرای او فرد مورد صحبت بکنیم که مثلا در مقابل این حرف بدت من اینو تا احساسات تجربه کردم؟ آیا با تأخیر زمانی اگر ما ابراز احساسات میکنیم میتونه اونقدر مفید باشه؟ گاهن بیان کردن موضوعات با تأخیر زمانیش میتونه که حتی کمک کننده باشه. یعنی وقتی که ما از یک موضوع ناراحت میشیم، مثلا یک کس ما رو جگرخون میسازه، اگر میریم او گپ برشان میگیم، در مورد موضوع همراهشون صحبت میکنیم، در اون لحظه شاید حتی رابطه رو خرابتر کنه. بله. ای که مثلا من حالا یک بعد به شما گفتم، همون لحظه شما دفتن عکس العمل نشان بتین و در مقابل من یک رفتار بدتر داشته باشه، مثلا بگین که خب زهرا اینی گفت من رو ناراحت ساخت. بله. اون لحظه شاید من عصبانی باشم، من هم یک گفت دیگه بگویم و این رابطه بدتر شود. گاهن تأخیر در زمان بیان احساسات کمک کننده هم هست. اما شما میمانین گپه به من نمیگه، میمانین مثلا فردا یا دیگر روزه که من هم راحت تر بودم، خود هم راحت تر بودی، به من میگی که اونو گپ در اونو زمان مثلا من ناراحت ساخت. این تأخیر زمانی گاهن میتونه کمک کننده باشه بر ما، ولی بعضی وقتا هست که خود تأخیر زمان، تأخیر در زمان بیان احساسات
کمک کننده نیست و به طرف مقابل ما نمیتونه بفهمانه که عملش اشتباه بوده و در ما چی احساس را ایجاد کرده. مثلا کسی که هیچ وقت احساسات ما رو مد نظر نمیگیره و همیشه رفتار منفی با ما داره، او همین رفتارش هست. اگر شما در او لحظه ای که مثلا او یک رفتار نامناسب داره همراهش صحبت نکنی، او فراموش میکنه، اصلا کار خود هم فراموش میکنه، احساسی که در شما ایجاد کرده او را هم فراموش میکنه. پس خوب است که در همون زمان همراهشان صحبت کنه. اما در کل گفته میشه که وقتی که از یک کس ناراحت میشین، یک احساس بد منفی در شما به وجود میایه، خوب است که یک مقدار زمان صبر کنین، بعد از او همراهشان صحبت کنین و احساساتون در میان بارین. اما بعضی وقتا هم صدیقه جان اگه متوجه شده باشی، ما در لحظه از یک چیز ناراحت میشیم، اما پسان که فکر میکنیم تا احساس میکنیم که ارزش اصلا نیج نداره که ما خدا به خاطرش ناراحت کنیم و یا همی که یاد کنیم همون موضوع دوباره و میبخشیم. اینی که میبخشیم خوب است، اما اگر نمیبخشیم و در دل ما میمانه، نیاز است که بیانش کنیم و با طرف مقابل ما در میان بانیم. بله، در این قسمت که گفتین بعضی اوقات تأخیر زمانی در ابراز احساسات میتونه کمک کننده باشه بر روابط، به حفظ روابط. که ما رابطه خود با اون طرف از دست ندیم میتونه مفید باشه، ولی ای بودش خوب خواد باشه. ولی به خود فردی که از او گپ زیاد ناراحت شده او را درون ریزی میکنه، هر قدر که زمان میگذاره بالای زو فکر میکنه، یکی از درگیری های ذهنیش دیگه یک اینمی موضوع شده، برای خود فرد تخریب کننده خود باشه. بله، برای خود فرد که مدت زیاد برشی موضوع گنگ میمونه، چون با فرد صحبت نمیکنه و احساسات خود بیرون نمیریزه و دقیقا گپای از او را نمیشنوه که چی باعث شد یک سال عمل منفی داشته باشه، بر خود فرد مضر است. خب اینا صدقه جان، در اینجا ما باید ببینیم که در درون همو فرد کدام فکر است، کدام باور است که سبب میشه او از این تأخیر زمانی رنج بکشه. چی است در درونش، در به چی فکر میکنه که سبب میشه ناراحتیش زیادتر شد؟ شاید اصلا انتظار که ما داریم از طرف مقابل ما انتظار سالم و درست نباشه. شاید روی موضوع بسیار حساس شده و نشخوار فکری کردن خودش اشتباه است دیگه، خودش ضرر میرسانه به ما. و در این شرایطه که خیلی ناراحت هستی از طرف مقابلت، فکر میکنم تا وقتی که ما آرام نشدیم نباید کدام عکس العمل داشته باشیم، چون هر عکس العمل که می داشته باشیم از روی عصبانیت می باشه، از روی ناراحتی می باشه، حتما به طرف مقابل ما هم آسیب خواهد رساند، به خود ما هم و به رابطه ما هم که وجود داره. پس خوب است که آرام شویم، بعد از او در آرامش صحبت کنیم. بعضی وقتا یک موضوع ما ناراحت می سازد، در وقت عصبانیت ناراحتی خیلی بر ما یک موضوع کلان است، اما وقتی که آرام میشیم دیگه اصلا هیچ بر ما اهمیت نداره. در زندگی ما می رقم است دیگه. خوب است که یکم خود آرام بسازیم، بعد از او هر موضوعی که هست را به راحتی باز شریک بسازیم. او گران اوریدون کو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وکړه، په نننی خبرونه کې د کینه په حکله خبرې کوو چې کینه څه شی ده او څه ډول کولی شو کینه له منځه یوسو. نو هیر نه کړئ چې ستاسو د اړیکو په تمه یو، تاسو هم اړیکې ونیسئ او د دې موضوع په حکله خپل نظرونه او تجربې مو په دې برخه کې له موږ سره شریک کړئ. اړیکه لرو، اړیکه وصلو. بله، السلام علیکم. بله، شنونده عزیز تماستون وصل است. هلو. خب همکاران گرامی تماسشان رو قطع کنیم، فکر کنم متوجه تماسشان نیستن. از جان دل هر زمانی که تماس میگیرین یک موقعیت درست انتخاب کنین. نوره به شکران صدیقه جان استاسو خواته، لکه سنگه چه مخ که هم گران زهره جان دکینی پا حکل خبری وکرلی او کینه مونگ تا واضح حکره چه کینه سشده، کچیری تاسو زیادتر د هغو موضوعاتو په هکله مونږ ته ووایئ چې دا موضوعات د دې سبب کیږي تر څو چې وګړي خپل په زړه کې کینه ونیسي، نو دا کوم موضوعات دي؟ بله خدیجه جانې، د هغو عواملو له ډلې نه چې د دې باعث کیږي چې خلک په زړه کې کینه ونیسي د نورو نه، او په نتیجه کې اړیکې تخریبیږي او د دې روحیاتو ته هم یوه صدمه ده. خپله امدا کینه په زړه کې ساتل، ځکه د وخت په تیریدو یو خدا فکر رامنځته کوي چې باید غچ واخلي د مقابل لوري نه، او بل هم دا چې د دې یو
اندازه وقت هم دارنگ ذهنی انرژی پا دغا موضوع بندی زایی کیگی چه حیف دا وقیان چه دغا کروشی اریکا لرو انشالله پایلتونو بندی با وقعی کن اریکا وصلو بله السلام علیکم و علیکم السلام و علیکم پاگی خورکی رادیو دی بند که خوشو سلام سهر دی بخیر خراغلاست در توای ما جوان دی اوسی مهربانی خوکولای نوم دی ادکم دی سخه دی اریکا نیوالای متاسفانه بی اریکا پریشو هم بل اریکا وصلو بله السلام علیکم بله شنونده عزیز سماستان وصل است؟ هلو؟ خب، این تماس هم قطع کنین همکاران گرامی تماس بعدی رو وصل میکنین بله السلام علیکم زنده و سلامت باشین صحبتان بخیر خوش آمدین به برنامه علیکم سلام خواهرم صبح شما بخیر خوش آمدین سلامت باشین شنونده برنامه بودین امروز سلام خواهر عزیزم صبحتان بخیر شما بخیر خوب است من فون دو پیش کنم که تو میتونی اینجا کنم فروس و فاق کنن ایسیما جان صدای ما چی شده؟ آها سلامت باشین صدای خودتانم مقبول است و دوست داشتنی خب مهسای عزیز صدایتان مشکل داره کم موقعتان تغییر بتین و ایره بگوین که برنامه امروزی رو شنیدین یا خیر بله بهتر شد بله برنامه شنونده بگم بسیار خوب از شما میشنویم مهسا جان نظر شما در مورد کینه‌ورزی چی است؟ آبا خیلی بخیر من میخوام نظریت خود شریک کنم بسیار کوتاه بله دست کنم به خود مفاید کنم ایسان که ندیل نباشو متاسفانم اجان خود مزید این کود حسنی یعنی خود من بطن ندیل هستو باید کنم من را خود چکنی خسمت دارم تو به او اندازه که ندیم هستی در من را یک انسان یک گره گفت که مگو میکنم بعد وقت که زنده رو نمیخلتی از روی خانه آده باشه که همکارای این باشن که بیزو مزید روی خانه آده باشن نمون هم که مزید اونجا میکنم باور به خدا کسا که خودش هم روی نگرد نداره من بهش گرد نمیزنم اگر بعد از کسی بسید مد رو تا شش ماه هفت ماه رو دوان کرده به خودش هم روی نگرد نداره که من نمیزنم به صورت که این ممکن که مثل که زحرزه مگه خود من ملامت بشو اینه ما باید انسان پذیریش داشته باشم من پذیریش دارم به یک خواهد خود من ملامت بشو این قسم نیست من از بزنی خود بسینه ندارم یعنی من باید خوب نیست من نخواهیم که اندوش هست بذارم پس خودش هم روی نگرد نداره اما باید ما که خود ما باید تونه رو دل خود دور کنیم تونه دل نباشیم انسان های تونه دل همیشه خوب هستن صاف هستن صدا هستن باور به خدا کم زهره جان ما خودم از روزهای بدک ما خودم کشیدیم جریان کردیم و دیر نراحت شدیم به خاطر دیکنه چی رای خودم خستد و من هر کسی میکنم از خود در قیده نایدیم اما بعد از خود که من هم روی خود میشنو باور که تفاره میکنم بعد که ندیم نیستو اما دیم من همیشه که نقضی کرد بودم تو که خودی بسکت من روی دگر نداره این مشکلی هست که من دارم و دیگه خلیج جان این یک دکتون از من اینکه نفتی میکنم چون ما پیش هست بله دیگه سلویم بقید دوزی نشسته بود یعنی پیغمبر محبوب ما به سلام بر روزی نشسته بود و صحابه کرام کنار امامش نشسته بود یک مرد آمد و بالاخره دو مرد سه مرد یعنی مرد چهارمی سلام بر سلام بر روزی جنت کرد و گفت من به جستجوی که مرد بیرون شد و این مرد جستجو کرد و پلید تا بالاخره ایره پیدا کرد زمانی که را پیدا کرد گفت علتش چه بود امام مسجد روشن شد سلام بر روزی گرفتی من خود یک انسان هستی ندین نیستم زمانی که نیز ما درخت خوب میرم یا بیخوابو دست خود به فرواردی که خود یعنی که آمدیم خدا رو ما حق خود بکنم بنده ها تو حلال کردیم و این نما که پت مرک ساس ما جهنتی هستیم و ما در مطال ما نه و ازی و اینا و مرکسه که به مرک نکه که مرکسه که ندیم در بشم و در خیلی میکنم زحبه این رسته دور کنم که متاسمه این در خود نماز زنده و سلامت بشین مهسای عزیز که تماس گرفتین و نظرتون رو با ما شریک ساختین خواب خیلی بشین که این رو دیگه خلاق تختی میکنم به خودتون اکنام خدمتی که به جان زهر و جان اکنام خدمتی اقرار جان این آیتی که بقیه خود خود بشن سلامت باشین اوقات خوب و خوش داشته باشین بازم تماس داریم بله السلام علیکم
بله شنونده عزیز تماستان وصل است. هلو. خب همکاران گرامی تماسشان را قطع کنید. بازم تماس داریم؟ بفرمایید صدیقه جان. بله عوامل تو مشارک اول چی کوم عوامل دیدی باعث کیږي چې موږ کینه ول رو د خپل اطرافیانو نه یو عمده علت یا عامل ده چې کچيري موږ د ایمان ضعف ولرو او ایمان زموږ سست یا ضعیف وي نو موږ خلق په اسانۍ نشو بخلی او دغه زموږ د بخشندګۍ یا د بخښنې روحیه ضعیفه وي نو دا باعث کیږي چې موږ هغوی د دې په ځای چې وبخو د انتقام یا د غچ په صدد کې یا په فکر کې اوسو او هیڅکله د بخښنې روحیه په موږ کې شتون نه لري نو یو علت همدا دی. دویم علت چې د دې باعث کیږي چې موږ غچ واخلو یا کینه واخلو د نورو نه هغه بې ځایه توقع د اطرافیانو نه درلودل یا ډېره توقع درلودل ځکه ټول انسانان دغه خصلت لري چې په دې فکر دی چې ټول د هغوی سره باید داسې چلند وکړي چې دی غواړي یا د دی خوښیږي لیکن ټول انسانان د مختلفو خصوصیتونو سره یا د مختلفو افکارو څخه برخمن دي او دغه دلیل ده چې هغوی په خپله خوښه چلند کوي لیکن خلک توقع لري چې د دی په خوښه باید د هغوی سره چلند وشي چې دا هم د دې باعث کیږي چې دی غوی د بدو چلندونو نه افراد خفه شي خوشی نشي او هغه کینه په خپل زړه کې وساتي چې که وخت مساعد شو حتما زه باید فلانینه همداسې غچ واخلم یا په مراتبو شدیدتر یا ډیره یعنی آزار و اذیت باید پکې ډیر وي غچ د غوی نه واخلم. دریم مورد دی شیطان وسوسه ده لکه څرنګه چې موږ ټول پوهیږو شیطان هم نو آرامه نه کینی کله چې زموږ اړیکې ښې دي کله چې یوه کوچنۍ خطا هم کیږي زموږ زړه کې وسوسه اچوي چې نه ته حق به جانب یې حال ممکن په ځینو مواردو کې موږ حق به جانب مو نه اوسو خدیجه جانې لیکن شیطان دا وسوسه زموږ زړه کې اچوي چې ته حق به جانب یې او ده نه باید داسې درسره چلند کړی وای دغه وسوسې د دې باعث کیږي چې موږ لا وخت پرېږدو لا فکر وکړو لا خپل ذهنیت په دغه مورد مصروف وساتو او د غچ او انتقام په فکر کې اوسو او هغه کینه زموږ په زړه کې پاتې شي. د دې ترڅنګ د هغه فضیلت نه درلودل چې موږ دغه په نتیجه کې د ورورولي د خواخوږي د همدلي یا د بخښنې روحیه ولرو دغه فضیلت یا دا نعمت کم زموږ شخصیت کې نه وي یا زموږ روحیات دومره معنویت زموږ دومره پیاوړی نه وي نو په نتیجه کې زموږ قضاوت عجولانه ده زموږ پریکړه عجولانه ده او وخت نه پرېږدو موږ دې ته چې موږ یو ځل خپل ځان د هغه فرد په هغه حالت کې قرار ورکو او هغه قضاوت کې وروسته د دینه نو دغه هم د دې باعث کیږي چې موږ دغه نه کینه په زړه کې وساتو. همدارنګه بعدې خبرې کول د نورو پسې همدارنګه سخنچینی کول یا خبرې ټولول د یو بل پسې بعدې خبرې کول خپله نارضایتي د نورو نه ابرازول د دې سبب ګرځي چې د هغو نه موږ کینه په زړه کې وساتو. کله ناکله جنگ دعوا او ناراحتي د نورو نه د دې سبب ګرځي چې موږ د هغو نه کینه په زړه کې وساتو نو ښه دا ده چې موږ د بخښنې روحیه پیاوړې وي تر هغې نه چې موږ وښو کولی نور وبخو او سم قضاوت ولرو یعنی عجولانه یا بې فکره قضاوت د نورو په هکله ونه لرو بلکې هغوی وبخو هغوی ته چانس ورکو چې هغوی هغه غلطه یا اشتباه یا تیروتنه چې کړې هغه بیرته اصلاح کړي. بلکل ګرانې صدیقه جانې یعنی یوازې یو دلیل شتون نه لري چې وګړي کینه په زړه کې وساتي مختلف دلایل شتون لري چې د کینې د رامنځته کیدو سبب کیږي. اړیکه لرو. بله السلام علیکم. بله شنونده عزیز تماستان وصل است. هلو. خب متاسفانه ای تماس هم قطع کنین چون صدایشان به صورت درستش که چی اصلا نداریم. خب از جان دل متوجه تماسایتان باشین و هر زمانی که تماس میگیرین یک موقع درست رو انتخاب کنین تا که ما صدای شما را به صورت درستش در برنامه با خود داشته باشیم. نو لکه سنگه چه گرانی صدیقه جان ایشه را اکرم مختلف دلایل شتون لری گرانوریتون کوچه
دیکی نه در امیسته که ولو یا در امیسته که دو سبب کیگی او د دې سبب کیگی ترڅو چې یو شخص د بل شخص څخه کینه پزره کې وساتي او کچېره همدغه کینه پزره کې وساتل شي د اړیکو د روابطو د لا خرابېدو سبب هم کیږي او ګران صدیقه جانې کچېرې د لیدلو سیګي د بعضې نکلي ظرفونو کې اوسپنیز ظرفونو کې منګ نیسي که نه او فکر کوم چې دا کینه هم په دې شکل سره د زړه منګ دی یعنی یو شخص د یو چا څخه بد خبرې اوري بد رفتار ګوري کچېرې ورته همغه لحظه ووایي همغه منګ یې په زړه کې نه پاتې کیږي خو کچېرې دا خپل په زړه کې وساتي هر ځل هر وار چې یو بد او منفي عمل ګوري خبره اوري یعنی داسې ناخوشاینده رفتار له هغه څخه ګوري او دی په مقابل کې عکس العمل نه ښیي بیرته پوښتنه نه کوي نو همدغه خبرې همدغه بد عملونه سر په سر سر په سر د انسان په زړه کې د منګ په شکل باندې قرار نیسي چې بیا نتیجه کې د کینې د رامنځته کیدو سبب کیږي او کچری هغه منګ پاک نشی ګرانی صدیقه جانې د هغه ظرف د خرابېدو سبب کیږي نو ده هم د روابطو د خرابېدو سبب کیږي او د وګړو د اړیکو د لمنځتلو لامل هم کیږي اړیکه لرو بله السلام علیکم بله شنونده عزیز تماستان وصل است هلو خب همکاران گرامی تماس هم قطع کنیم بازم تماس داریم در این قسمت برنامه میریم با هم بسته عجایب روانشناسی را میشنویم و دوباره زود برمیگردیم سلام و آرزوی سلامتی برای شنونده های عزیز رادیو بگو. خوش آمدین به یکی دیگه از آزمایش های جالب روانشناسی. این آزمایش به نام اثر هاسبرن یا تأثیر نظارت بر افراد یاد میشه. در آزمایش اثر هاسبرن محققان تصمیم گرفتن تا تأثیر سطح نور بر رفتار کارمندان را بررسی کنند. اونا به عنوان فرضیه اصلی در نظر گرفتن که افزایش سطح نور در محیط کار باعث افزایش بهره برداری کارمندان خواهد شد. برای بررسی این فرضیه محققان یک آزمایش را با دو گروه کارمندان طراحی کردند. در آزمایش یک گروه کارمند در یک محیط با نور کم و گروه دیگر در محیط با نور روشن قرار گرفتند. در آغاز به هر دو گروه اعلام شد که این آزمایش برای بررسی تاثیر سطح نور بر روی بهره‌وری اونا است. اما در واقعیت محققان به طور مستقیم نور را تغییر ندادند. اونا فقط به کارمندان اطلاع دادند که آنها در یک آزمایش هستند و رفتارشان نظارت میشه. نتایج غیر منتظره آزمایش این بود که بهره برداری کارمندان به طور قابل توجه افزایش یافته بود. حتی در صورتی که سطح نور تغییر نکرده بود. این به این معناست که حضور محققان و توجه به کارمندان باعث افزایش مثبت در کارایی اونا شده بود. نتیجه ای بود که کارمندان احساس میکردند مهم هستند زیرا از این که مورد توجه قرار میگیرند خوشحال بودند و در نتیجه افزایش بهره برداری رخ میداد. این آزمایش نشان میده که افراد به دلیل تحت نظر بودن و احساس مهم بودن به طور قابل ملاحظه‌ای رفتارشان را تغییر دادن حتی بدون وجود تغییر واقعی در شرایط آزمایش. پس میتوان نتیجه گرفت حمایت، توجه و تشویق فرد میتونه احساس مهم بودن و ارزشمندی را در او ایجاد کنه و او را به بهبود عمل کرد و تلاش بیشتر تشویق کنه. ارتباطات انسانی و توجه به فرد میتونه تغییرات مثبت در رفتار و عملکرد افراد ایجاد کنه. این موضوع برای مدیران و رهبران بسیار مهم است. ایجاد ارتباطات مثبت و ایجاب احترام و توجه به اعضای تیم میتونه ارتقای عملکرد و همکاری در تیم ها را راحت تر بسازه. به
هم خلق لست و ام تاسترون اوریدون کتا تاسو دخپل اخبرونه یعنی درای خوشبختی اخبرونه اوریدون کی ای او سر بیر پردی گران اوریدون کو د کینی په حق خبری کو معلوماتی بسامو هم سر پا گرده و اوریدلا هیله لرم چه موضوع با تر یو حد پوری تاسو گران اوریدون کتا پس رپوری وی او سر بیر پردی مخی مو هم پو وار وار سر ددی موضوع یادو نکری چه هر بسته چه من پا برنامه که نشرو که هغه د درامی پا قالب کده که هغه د معلوماتی بسته پا قالب کده او که د عجایب روانشناسی پا قالب کده من غواړو پا ده قالبونو که تاسو تا مختلف موضوعات را ورسو غواړو تاسو تا د آگاهی د سطح د لوړیدو په برخه کې مرسته وکړو. نو هیله لرم چې هم به خوندوره تاسو تمام شي وي او هم به ګټوره. اړیکه لرو، اړیکه وصلو. بله، السلام علیکم. بله، شنونده عزیز صدای ما را میشنوین؟ هلو. خب، شنونده عزیز صدای شما را نداریم. امیدوارستم که یک موقعیت درست انتخاب کنین و امیدوارستم این مشکل هم زود حل شد و نفهم چندین تماس قطع شد و عزیزان دل منتظر تماس شما هستیم. چند دقیقه دیگه هم فرصت داریم که میتونین تماس داشته باشین. خب، میاییم به طرف شما زهرای عزیز. صدیقه جان در مورد یک سلسله از موضوعات گفتن که سبب با وجود آمدن کینه میشه که افراد کینه بدل بگیرن. اگر شما در مورد عیب کینه ای بودن با ما بگوین، خب کینه ای بودن عیب داره یا خیر؟ خب خودتان چی فکر میکنین خدیجه جان؟ به نظرتان انسان کینه ای بودن میتونه کدام ضرر داشته باشه و یا خوب است؟ خب زهرای عزیز، از آغاز برنامه تا اکنون که تقریبا 1.5 ساعت ما در مورد از این موضوع صحبت کردیم، بیشتر در مورد از این گفتیم که یک کار بد است و هر کار بد بدون شک عیب هم داره. دقیقا نمیرفتم از خدیجه جان. کینه‌ای بودن میتونه تاثیرات منفی زیاده هم بر سلامت روان ما داشته باشه و هم بر سلامت جسم ما. بعضی از بدیهای کینه‌ای بودن عبارتن نیست. بله، بدیهای مختلف داره. سبب نارامی ما میشه، سبب بله، عظیم میشه که ما احساس خوب نداشته باشیم. تماس داریم زهرا جان. بله، سلام علیکم. بله، سلام علیکم. علیکم السلام خواهر عزیز، صبحتان بخیر، خوش آمدین به برنامه. خوش باشین خدیجه جان، خوب هستید؟ شما بخیر، سلامت باشین. سهیلای عزیز، امیدوارم شما هم خوب و صحتمند باشین. زنده باشین خدیجه جان. سوکات عریبانتان کدام مشکل پیدا کرد؟ دیروزم خاموش بود، این روز چند بار زنگ زدم صدای شما بر ما میاد اما صدای ما بر شما نمیرسید. بله، خب فکر کنم این مشکل وجود داره. هم اکنون هم همکاران گرامی ما در جریان هستن تا که مشکل حل بسازن. سهیلا جان، زنده باشین، زودتر حل کنید مشکل. درست است. حالا شما میخواین در میستیم کارت صحبت کنین یا بعدن با شما را تماس بگیرین؟ من میخواستم با شما را تماس بگیرم. خب او فکر نکنم به زودی جور شوه. ای را بگوین که برنامه امروزی را شنیدین. اگر شنیدین میتونین نظرتان را بسیار کوتاه را ما شریک بسازین. بسیار خوب سهیلا عزیز، شما نظرتون با ما شریک بسازید. نظر شما در مورد از این موضوع چی است؟ نظرم این است که نگرفتن کار خوبی نیست. من هیچ وقت خود ما اصلا کینه بدل هم نیستیم، کینه هم نمیدیم. مشکلات های ما خود شما معلوم دارد. بله بله، چقدر مشکلات دارد سر ما، کاکای ما، دیگه فامیل ما آوردن. مگم هیچ وقت ما کینه نکدیم که بر ما این مشکل آورد یا سر ما ظلم کرد. همیشه از اونا روی نگشتاندیم، همیشه گفتش کردیم، هیچ وقت کینه بدن چی نکدیم. همیشه کارش هم کردیم. حالا فعلا در خانه ما کلان هستیم، از مهمان میایه. بله، ما رو میگذاریم همراه ینگیتان همدید شویم، کمک بکنیم. میگم میریم کمک میکنیم. از یاد ما کشیدیم کینه بدن نیستیم. مگم بعضی وقتا در یاد ما بیایه، یاد میکنیم اقسم کینه کده روی نمیگردم. همیشه یک رقم هستیم. همی که کینه بدل نمیگیرم سهیلای عزیزی، واقعا یک کار بسیار خوب است. خوب گذشته گذشته و مبدل به خاطرات شده و ما نمیتونیم به صورت کلی او خاطرات از بین ببریم. این یک گپ طبیعی است که بعضا به یاد ما میایه، اما باید از این جلوگیری کنیم که همیشه مرور نکنیم، همیشه پیش روی چشم ما نباشه.
و ای که شما کینه و دل نمیگیرین، این یک صفت بسیار خوبتان است. بله، یا ما هیچ وقت کینه و دل نیستیم. همیشه سر مادرم هم ظلم کرده، هیچ وقت مادرم هم کینه نگفته، نگفته که یک تمس ظلم کرد، نباید همراه اینا گپ نزنم. بله. یا همراه توبت نکنم. همیشه اینی یک رقم، حالم یک رقم هستن، اولم همین یک رقم بودم. چقدر خوب سهیلا عزیز. خب شما زنده و سلامت بشین. بله. دیدیم چشم دید ما هست که خدیجه جان اونمی یک همسایی ما هست، تقریبا 13 سال میشه همراه نموی خوب گرد نمیزنه که نبدن هستن. یعنی 13 سال میشه که روابط خود قد کردن. بله، اگر ننوشم آرچه کدم میه یا خانه پدر شد یا میه یا میره، اما حتی ینگیش هم گرد نمیزنه. او ینگیش بر نموی سلام نمیزن، ننوش بر ینگیش سلام نمیزن. اصلا در یک دسترخوان میشینن، نام میخورن، دیگه میکنن، من هم گپ نمیکنن، اصلا با هم دیگه صحبت نمیکنن. چقدر بد. خب شما زنده و سلامت باشین سهیلا عزیز که تماس گرفتین. اوقات خوب و خوش داشته باشین. خدا حافظتان. سلامت باشن سهیلا عزیز که تماس گرفته بودن. شما از جان دلم میتونین تماس داشته باشین و نظریاتون رو با ما شریک بسازین. باز هم تماس داره. برای السلام علیکم. علیکم سلام. سلام به شما خیلی جانم، شبان خوبستن، ستان خوبست. زنده و سلامت باشین یلدای عزیز، صبحتان بخیر، خوش آمدین به برنامه. خب زنده باشین خیلی جانم، شبان صبح شما بخیر، شما خوش آمدین به برنامه مقبول و زیبایتان. سلامت باشین یلدای عزیز، خوشحال هستیم که بازم صدای شما را در برنامه با خود داریم. خب ما خیلی زیاد خوش هستم که صدای مقبول و تنبازم در برنامه میشتم. سلامت خواهد کردی میکنم بس قجان عزیز، اونا رو خوش آمدید میگم. من سلام دختر جان مهربان، اونا رو خوش آمدید میگم. سلام علیکم یلدای عزیز، صبحتان بخیر، شما هم خوش آمدید. خوش باشین زهرا جان، خوب هستن؟ زنده باشین، تشکر. شما چی حال دارین؟ خوب هستین صحت من؟ بله من کاملا خوب هستم، خدا رو شکر. یلدای عزیز سلام جان، سلام های کفی باشه به امکار کفی، سلام های مپذیر باشن مفتما جان. سلامت باشین یلدا جان، ایره بگوین که برنامه امروزی رو شنیدین. خب خیلی جان اگر راست بزن کنیم امروز برنامه رو نشنیدم، از پیش آخر شد به خاطر که من یک جای بودم نکنیستم بشنام. خب کلان امیال آمدم رادو رو روشن کردم، صدای سهیلا جان رو شنیدم، باز در امیال رادو رو روشن کردم، بسیم یک کماس بیدم. خب هیچ مشکل نیست، اما کوشش کنیم که روزهای دیگه حتما برنامه را بشنوین. امروز در برنامه در مورد کینه صحبت میکنیم، شما هم بفرمایید نظرتان بسیار کوتاه همراه ما شریک بسازین یلدا جان. خدیجه جان مهربان تشکر خاص از شما میکنم، از زهرا جان عزیز میکنم، صدقه جان مهربان، خیلی موضوع خوب را امروز انتخاب کردیم. سلامت باشید. که امین شرایط زمین شرایط هستم بخاطر که زیاد دیواد زمین افغانستان خود ما مثل دار خوردن یا بعض جایاش همه قسم رواج هستن که زیاد باید نمیگیرن بعضی کسا. من خواه یادت اصلا ندارم، خوشم ندارم، زیاد ایچ کینه گرفته نمیتونم از یک کسی که مثلا اشتباه من از خودم باشه. یک کسی بود خوب زیاد امرای من بدی کرده بود، اما باز من با او تماس گرفتم، امرایش گرفت یادم، او با من گفت که من این کارا رو امرای تو کردم، مثلا نکستین تو از اون کینه نگرفتی. عجب ازم تشکرین کرد، اما من خوش ندارم که یک کسی را مثلا از احساس کینه بگیرم. بعضی کسا رو من دیدیم خدیجه جان زیاد اصادت دارن با هم، با جنگ میکنن، با کینه میگیرن. کسایی رو من دیدیم که حتی در روز عید هم کینه میکنن، از یکی دیگه کینه هستن. در ماه مبارک رمضان هم اونا کینه هستن، اما چقدر گناه داره بعد از سر خودم بله دقیقا همین رقم است یلدای عزیز، و شما واقعا کار بسیار خوب میکنین که کینه به دل نمیگیرین و اقدام به حل مشکل میکنین. شما زنده و سلامت باشین یلدا جان که تماس گرفتین. ما خیلی زیاد خوشحالم که صدای عزیزتان بازم در برنامه شنیدم، دیگه خیلی زیاد میبخشید که دقیقتن هم خودم شنوا شدم دیگه. اما خب نیست همه دوستای از دوستای خواهش دارم که سر از دیروز از کسایی که کینه هستن باید گپ بزنن، کینه رو به دل نگیرن، اصلا کار خوب نیست. کسایی رو ما دیدیم که بیشی دیگه در سال ما رفت آماد قطع از ایچ در ایدم میشن، اونا گپ نمیزنن، دوزایی کسا نماز ایدم میخوانن، بعضی برادرهای خواهش دیدیم که با هم گپ نمیزنن، مثلا روزه ایچ گپ نمیزنن. بله و این واقعا کار بسیار نادرست است. شما سلامت باشین یلدای عزیز، اوقات خوب و خوش داشته باشین. خواهش
خب اوقات خوش بر شما میخوام. خدا بفرستم. خدا نگهدارتان. بازم تماس داریم. بله السلام علیکم. سلامت باشین، صبحتان بخیر، خوش آمدین به برنامه. سلامت باشین خواهر عزیز، بفرمایین اسم زیبایتان، از کجا به تماس شدین؟ لیلا لیلای عزیز، بار اولتان است که تماس گرفتین؟ لیلا بسیار خوب، خوشحال هستیم که صدای شما را میشنویم. لیلا جان عزیز، ایرا بگوین چقدر وقت میشه که شنونده رادیو بیگم هستی؟ تقریبا 3 سال. 3 سال؟ بله. خب تا 3 سال هیچ تماس نگرفتین لیلا جان؟ خب خدا را شکر که امروز وصل شده. لیلا جان ایرا بگوین که برنامه امروزی را شنیدین یا خیر؟ بسیار خوب، از شما میشنویم. در قدم اول از تجربه تان ما بگوین، شما از کسی کینه به دل دارین؟ شما یعنی از کسی کینه به دل ندارین؟ واقعا کار بسیار نادرسته هست. و نظر شما در مورد کینه داشتن چی است؟ همی که کار نادرست است، کار درست نیست، همی هم یک نظر است. خب شما سلامت باشین لیلای عزیز که تماس گرفتین و امیدوار استیم که در برنامه های دیگه هم صدای شما را در برنامه با خود داشته باشین. خدا حافظتان. سلامت باشن لیلا جان که تماس گرفتن و نظرشان رو شریک ساختن. خب زهرا جان اگر شما بسیار کوتاه با موضوع اشاره کنین چون زمان برنامه ما کم مانده. بله، کینه بودن میتونه خب تاثیرات منفی زیاد بالای روح و روان ما داشته باشه. در قدم اول استرس و استراب ما رو افزایش میده، چون وقتی که ما از دیگران افکار منفی و بد در دل داریم و ایره با خود ما حمل و نقل میکنیم و نگاه میکنیم، در طولانی مدت سبب میشه که ما یک فشار رو بالای خود ما داشته باشیم. مثلا اگر از یک کسی ناراحت باشیم، قرار باشه او رو ببینیم، او اونمو استرس استراب طرف ما میه که آره چی خواد شد، اینه ببینم بازم مو کارش یادم میه، جگرخون میشه. بله. و این استرس استراب مدام همراه فرد باقی میمونه. سلامت جسم فرد امکان داره که تحت تاثیر امی کینه ورزی ها و کینه داشتن ها آسیب ببینه، مثل فشار خونش بالا میره، مشکلات قلبی پیدا میکنه، سیستم ایمنی بدن فرد ضعیف میشه در نتیجه کینه داشتن، روابط ما در نتیجه کینه داشتن میتونه که تخریب شوه و حتی همو روابط شخصی که ما با دیگران داریم دچار مشکل میشه و حمایت رو نمیتونیم از سمت دیگران داشته باشیم. پیشرفت شخصی ما حتی در اثر کینه داشتن مورد تاثیرات منفی قرار میگیره. مثلا رشد فردی مایی که تغییراتی که قرار است داشته باشیم رو بپذیریم و بخاطرش تلاش کنیم، تمامشان میتونن که تاثیر کینه داشتن قرار بگیرن. کسی که کینه ای هست احساس تنهایی زیاد میداشته باشه و کسی نمیتونه که رابطه درست و مفید داشته باشه و ارتباطات ما وقتی که خراب شوند، خب یکی از رکن‌های اساسی سلامتی است که ما ارتباطات سالم داشته باشیم با دیگران. اما وقتی که ارتباط سالم با دیگران نداریم، احساس تنهایی بیشتر میکنیم و خود ما را از جمع دور میدانیم. بله. کسی که کینه‌ای هست در طولانی مدت در بخشش و گذشت نسبت به دیگران ناتوان میشه. هر چقدر ما ایره تمرین کنیم در وجود ما بیشتر میشه. اما کسی که کینه ای هست، این حالت درش به اصطلاح میمیره، یعنی دیگه نمیتونه کسی رو به آسانی ببخشه و از اشتباهات کسی گذشت کنه. احساسات منفی که در وجود ما هستن مثل خشم، رنجش و این موارد هم در نتیجه کینه داشتن میتونن که افزایش پیدا کنن و شدت میگیرن. این موارد بود جز چیزایی که در نتیجه کینه داشتن و کینه ای بودن هم در طولانی مدت و هم در کوتاه مدت ما تجربه میکنیم. بله، سلامت باشی زهرای عزیز که این موضوعات هم اشاره کردی و امیدوار هستم که به خاطر این موضوعات، حداقل به خاطر صحت خود،
از دیگر را کینه به دل نداشته باشیم. صدیقه جان عزیز، مثلا امکان داره با بعضی از افراد کینه ما روبرو شویم و یا هم اعضای خانواده ما باشن. بله. به نظر شما رفتار درسته که با اینا داشته باشیم چی است؟ بله، در قسمت راه های درمان خدیجه جانی موضوع را اشاره خواد کردیم. افراد که کینه‌ای هستن خوب است که اول امرایشان صحبت شود، یعنی اول ما تنها به فکر ای که با بخشش به خود ما کمک میکنیم نباید برداشت غلط ایجاد بکنیم یا بر از اونا حق بتیم که اونا میتونن در مقابل ما حرکات نامناسب یا گپای مناسب استفاده بکنن و هر بار به این فکر برسن که هر بار به خود حق بتن بیاین در مقابل ما رفتار بده داشته باشن. ولی ما به ای که خود نجات بتیم یا خود از این ضررهایی که زهرا جان اشاره کردن که کینه توزی میتونه در قبال داشته باشه خود نجات بتیم، راهش بخشش است. ولی در ضمن ازی باید به فکر از اونا هم باشیم. بله. که اصلاح در رفتار از اونا، در طرز تفکر از اونا نسبت به خود ما و در گفتارشان به وجود بیاریم، چرا بارها و بارها دیگه امی ضرر متقبل نشیم. در قسمت خود ما که بر خود ما میتونیم کمک بکنیم ای است که او افراد ببخشیم، نه غیری به جز از ای که خود ما ضرر کنیم. طرف ممکن حتی از کاری که انجام داده خبر نباشه که چی ضررهایی در ما ایجاد کرده و چقدر از نظر ذهنی ما را مشغول ساخته یا از نظر احساسی ما چه احساسات را امون زمان تجربه کردیم یا ممکن مدتهای احساسات بعد با خود داشته باشیم. خوب است که ببخشیم. بغیر از این، به جز از این که به خود عذاب وارد کنیم یا به خود ضرر وارد کنیم، هیچ چیز دیگه به دست ما نمیه. در ضمن کاری که با اونا میتونیم بکنیم ای است که اونا را هدایت بکنیم. بله. کوشش کنیم که بخش معنویات یا روحیات از اونا را کوشش کنیم برشان بگویم که این بخش شما قوی تر بسازین تا درکتان بالا بره، تا خود در جای ما قرار بتین و رفتار مناسب و درست داشته باشین. تماس داریم؟ تماس و اصل می سازیم. برای سلام علیکم. علیکم سلام، خیلی ناز سلامت باشین آسمان عزیز، صبح زیبا شما هم بخیر، خوش آمدین به برنامه. شکر، سلامت باشین، شلک خدا کن سلام علیکم آسمان عزیز، صبحت بخیر، خوش آمدی. سلامت باشی. والا برنامه شما نه، آها بسیار عالی، خوب کار کردین، ما هم پشتندق شده بودیم. سلامت باشی. اگر شده خیلی خوب کار کردین. بله آسمان جان عزیز، در مورد کینه صحبت میکنیم، بفرمایین از شما میشنویم. کینه بدل دارین؟ یا ولی شخصی است که من چهار ماه رایش گفت ندادیم و رایش نراحت بودم و خواهد بودم دیگه به یک کس کینه ندارم و او هم بخاطر که هر باری که من میبینم همون کاری زیاد میم و هر باری کوشش میکنم رایش گفت بدنم و همون کاری که کده و زیاد میم باید میشه که من این کم رایش گفت ندارم. بله. و خیلی هم کوشش کردم که کینه نکنم، البته کینه هم نمیکنم ولی سمیت کردم که بعد میایا یا بعد میگه که خواهد بالا دیرم و رایش گفت نمیدنم بمواریم کاری که کده هر باز پیاد میایی و مباییت می که پتلان که بگرد ندارم چونی که از خارج ما هست رفت آمد بیاد داریم با هم و امو که روز چندین بار اصلا که خانه ما و خیلی من که هر بار میگیریم و مو مادشتر و یاد میایم و مباییت می که مادشتر نراحت شم مباییت که بگرد هم نمیدنم سی روز بایده قدبان منده بود که من برایشم کار کردم نگه تا اینانیالی اصلا که چنگرد نمیدنم که هر بار خانه ما میایی دیگه وقتاً کوشش کنم جد کم بشن گفت دارم و نشدم سلکش ما بشنم اگر دانستم و علیکن صحبت کنم. یعنی شما حتی امرای یکی دیگه اید مبارکی هم نکردین آسمان جان؟ نه خیلی نکردیم. به نظرت کارتان درست بود؟ خب
به نظر من درست نیست که وقتا هر باری که میدو و مکایست یاد نیست به نظر حداقل در اید آتش بس اعلان میکردن خدیجه بله. گفته صدیقه جان حداقل در اید آتش بس اعلان میکردین باز بعد از اید ادامه میدادین اون نخواهی در اید هم بخانه ما گرد چی آمد ولی من یک کمرش باری که نکدم یک گرد هم ندادم وقتا ما کوشش کردم زیاد یا می گرد زنم اما هر باری که میگه ما موز کارش کنم گرد خیاد میام الان باید کمیت کس گرد نزنم خب آسمان عزیز شما تا پایان شنونده باشین یک سلسله از راهکارها را شریک میکنیم امیدوار هستیم که برتان موثر تمام شود تا کی کینه را از دلتان از بین ببرید درست است؟ درست است اما این درست است یعنی که اچ یعنی یک کار بکنم من نه حد بسیم بازم گفت بزنیم اولایشم خب درست است که این کار نادرست است اما میتونین آسمان عزیز متوجه بسوز این طرف مقابله و برشان بگوین که خب توی کاره که کردی سبب آزار و اذیت من شد مرا جگرخون ساختی با این کارتان او هم متوجه اشتباهش میشه یا او کار دوباره تکرار نمیکنه یا از شما معذرت خواهی میکنه بسیار خوبم کلمه من گفتم که این باید من هستی مشهد گرمه این کار کرد کار کردیم میگه سوالی نه سلام نه علیه هیچ دیگه بیخی کلن روابط قطع کرده بله خب شما شنونده باشین آسمان جان عزیز و موضوعات را که میگیم عملی کنین انشالله که کینه را از بین خود بردین درست است؟ خدا حافظتان سلامت باشن آسمان عزیز بفرمایید صدیقه جان آسمان جان اگه شنونده بودن خب خوب اگر نبودن یک بار دیگه کوتاه ما دو راهی را که گفتم اشاره میکنم برتان اولی که خوب است ما طرف را که از او کینه بدل گرفتیم ببخشیم چرا باعث ختم امو عذاب یا تکلیفی که بر ما شده باعث ختم این پروسه میشیم و بیشتر به خود ما ضرر نمیرسانیم در قسمت دوم با فردی که به ما صدمه رسانده صحبت باید بکنیم و برشان بگویم که امو لحظه که مثلا امو گپی را که زد یا رفتاری که داشت چقدر بالای ما تاثیر ماند و ما چی حس کردیم تا فرد در جای ما خود قرار بده و امیر واضح برش بگویم که اگر به جای ممی بودی ام وقت خودت چی کار میکردی آیا میتونستی بگذری از امو رفتار ما یا گفتار ما یا خیر کوشش کنیم که هدایتشان بکنیم برشان بفهمانیم که با هر کس نمیتونن هر گونه‌ای که خودشان خواسته باشن رفتار داشته باشن بله باید بفهمن که با کی چگونه رفتار بکنن و در کدام موقعیتی چگونه صحبتی داشته باشن بازم تماس داریم تماس وصل میسازیم برای سلام علیکم چرا این کسی ها خسته کردن به زنجیر حکایت خسته کردن برا و مهتاب که من محتاج به نورم فراموشم نکن خیرت که دورم با عرض سلام خیلی خدیجه جان خدا کنه دیر کرد نداشی سلامت بشین خواهر عزیز صبحتان بخیر خوش آمدین به برنامه شکر زنده سلامت بشین احترام تقدیم میکنم خدمت بحر جان خدا کنه کنم خوب باشم زهرا جانم خوب هستن صبح شما هم بخیر فکر کنم که خاطره جان باشین زنده و سلامت باشین صدقه جان خدا کنه که شما خوب باشین احترام تقدیم میکنم خدمت همکار زخمی و تمام عزیز بله خاطره عزیز سلام های ما را هم پذیرا باشین چی حال احوال طرفایتون خیرتی هست انشالله خدا رو شما سلامت باشین تشکر زنده و سلامت باشین خاطره عزیز در دقایق آخری برنامه تماس گرفتین امروز در مورد کینه صحبت میکنیم شما هم نظرتون رو بسیار کوتاه برای ما شریک بسازین زنده و سلامت باشین خاطره عزیز در موضوع خوب را انتخاب کردیم اما کینه هم کار خوبی نیست الان باید هیچ وقت کینه بدیل نداشته باشن چون خدا هم گفتن باید اول آدم کینه نداشته باشن بعد از دیروز به بیشتر هیچ اصلا بعد نمیخورم کینه من شخصا خودم که اوقت کینه بدیل نیستم اما یک کسی دعوا کنم یا سرسلام بکنم بازم پس دوباره یک دفعه باز کنم امرش صحبت میمونم تا کینه نداشته باشم و کینه کار خوب نیستن کس کینه داشته باشن باید هر کسی اگر کینه بدیل داشته باشن کوشش بکنن که کینه را همیشه از دیرشان دور کنن و دوستی و محبت خدا همراه دوستان خود زیادتر کنم بله همین رقم از خاطر عزیز شما زنده و سلامت باشین که تماس گرفته زنده و سلامت باشین شکر میدونی که تماس مرکی کردیم دیگه
افکار خوب خوش برتون آرزو میکنم از دعای خیرتون فراموش نکنین. خدا حافظ. سلامت باشین، اوقات خوب و خوش داشته باشین. خب صدیقه جان عزیز، بسیار کوتاه اگر موضوعات بیان کنیم. بله، در قسمت سوم باید به فردی قناعت بدیم که پیش از اینکه یک گپ میزنه یا یک رفتاری می داشته باشه، قبل از او با خود فکر بکنه که اگر در چنین موقعیتی با ما همطور رفتار میشد چی عکس العمل می داشتم. بله. یعنی شرایط ما را درک بکنه. در شرایط مختلف باید انسان ها کنار هم دیگر باشن، در خوشی ها، در سختی ها، در مشکلات و ای کینه توزی ها باعث میشه که انسان ها از همدیگر دور شوند. بله. و امو خوشی و ناراحتی هایی که در انسان ها تجربه میکنن تنها میمانن انسان ها. اگر هر کس از هر کسی کینه بدل بگیره، روابط قطع شوه و روابط وجود نداشته باشه، طبعا انسان در شرایط مختلف زندگی خود تنها میمانه و این تنهایی ها خودش میتونه مشکل ساز باشه. پس به جای از اینکه کینه داشته باشیم، همدیگی ما را ببخشیم، کوشش کنیم که متوجه رفتار و گفتار و این مسائل خود در ارتباطات خود باشیم و بیشتر کوشش نکنیم که زمینه کینه و کینه ورزی را مساعد بسازیم، تا در جامعه همونطور که انسان ها نیاز دارن به این که دوست داشته شون و دوست داشته باشن، این فضا وجود داشته باشه، فضای دوستی، تا در این فضا همدلی، همکاری و کنار هم بودن بیشتر وجود داشته باشه، به جای اینکه از همدیگر دور باشن و ناراضی و خفه. آرزو دارم که هر کدام ما تا امروز اگر متوجه نشدیم که کینه چقدر میتونه مضر باشه و باعث ختم روابط میتونه باشه، امروز فهمیده باشیم و بعد از این کینه نورزیم. بله، سلامت باشین صدیقه عزیز، امیدوار هستم شنونده عزیز ما هم این موضوعات در نظر بگیرن. خب این هم بود برنامه امروزی ما. تشکری میکنم از شما همکاران گرامی که مثل همیشه موضوعات بسیار خوبه شریک ساختین با عزیزان دل ما، و تشکری میکنم از شنونده های گرامی ما که مثل همیشه ما را همراهی کردن. این بود برنامه امروزی ما، تا برنامه های بعدی شما را به خداوند پاک میسپاریم. بله گران اوریدون کو هیله لرو چی دنن موضوع به من خوخه شوی بی معلومات بم ترلاسه کردی او دی نوروز تا ده چانه که نه خپل زده که مساته، بلکه مستقیما ورسره وغیگه یا خپل احساسات تخلیه که تر بیاد اختای پامان ورز بخیر. بله ازم دل، فردا هم در برنامه در رابطه به این صحبت میکنیم که چرا کودکان مدام گریه میکنن و با کودک که قدر گریه میکنن چه رقم برخورد کنیم. شما هم شنونده برنامه خودتان باشین، فردا هم تماس بگیریم، منتظر تماسایتان هستیم. برنامه فردای ما رو به مادرای عزیز پیشنهاد بتین و معرفی کنین که اونا هم شنونده باشن. وقت لحظات خود خوش برتان میخوام. خدا نگهدار. راه خوشبختی. آیا می دانستید یگانه راه مبارزه با امراض روحی و روانی داشتن آگاهی در مورد علتهای آنهاست؟ تبعیضات جنسیتی که وجود داره که گاه مرد برتری داده میشه به زن و گاه زن بر مرد برتری داده میشه، این هم سبب خشونت میشه. برای به دست آوردن ساده‌ترین راه‌های مقابله با مشکلات روحی با ما در برنامه راه خوشبختی بپیوندید. این برنامه را همه روزه از ساعت 8 تا 10 صبح از رادیو بیگام شنونده باشید.